احسان علیخانی به خاطر توهین‌هایی که این چند وقت مردم به ژاله صامتی کردن از ژاله صامتی عذرخواهی کردش. با ما تو این ویدیو همراه باشید. ماجرای عذرخواهی احسان علیخانی و صحبتی که انجام داده رو با هم می‌بینیم و می‌شنویم. برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو هم از دست ندید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام به دوستان عزیز خودم، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. یادتون باشه چند روز پیش ژاله صامتی توی برنامه عصر جدید به یه پسر روستایی چوپون که اومده بود خوانندگی بکنه صحبتهای تندی رو انجام داد که ویدیوهاش با سرعت به عنوان توهین ژاله صامتی به پسر چوپون توی شبکه‌های اجتماعی مختلف دست به دست و وایرال شد که خب افراد زیادی نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن و ژاله صامتی رو مقصر ماجرا دونستن و گفتن که باید ژاله صامتی از مردم و اون پسر چوپون عذرخواهی کنه، ولی خب ژاله صامتی هیچ وقت این کار رو نکرد که همین هم باعث شدش که مردم بیشتر نسبت به این ماجرا حساس بشن. از اون طرف درست ژاله صامتی عذرخواهی نکرد، ولی احسان علیخانی به خاطر رفتاری که مردم با ژاله صامتی داشتن از ژاله صامتی عذرخواهی کرد و توی یه استوری که به مناسبت تولد ژاله صامتی منتشر کرده بود اینجوری نوشتش: ژاله خانم مهربان، با معرفت، دلسوز، تولدت مبارک. من از شما معذرت میخوام که تعدادی دلسوزی مادرانه شما برای بچه‌ها رو به اشتباه بیرحمی شما برداشت کردم. ما که یادمون نمیره نگرانید برای بچه‌ها از عصر جدید هم برات مهمتر بود. ممنون که مثل همیشه مادرانه صبوری کردی و مثل همیشه لبخند میزنی به همه. تولدت مبارک. اینکه یه آدم انقدر خودش باشه بزرگترین هدیه به اطرافیانشه. امیدوارم کار کردن با شما رو به بقیه هم تجربه کنن و این من شما رو تحسین کنم. خب رفقا، نظرتون راجع به این استوری که احسان علیخانی انجام داده چیه؟ اینکه رفتار ژاله صامتی توهین‌آمیز بوده یا نه به کنار، درست یا غلط، یه تعداد زیادی از مردم از رفتار ژاله صامتی ناراحت بودن و خب شاید درست‌ترش این بودش که ژاله صامتی میومد و عذرخواهی میکرد به خاطر رفتارش، ولی خب این رفتار احسان علیخانی هم یه جورایی دهنکجی کردن به مردمه. نظر شما چی؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.